میخوام در مورد ایکس باکس جدیدی که مایکروسافت توی شوکیس هفته پیشش معرفی کرد با هم دیگه صحبت کنیم. پس اگه علاقه داری که بدونی که داستان این ایکس باکس چیه، حتما تا آخرین ویدیو با من باش. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمون خوش اومدید. پیش بود که مایکروسافت بالاخره بعد از بالا و پایینای فراوون و کلی شایعه و داستانهای عجیب غریب از شوکست خودش رونمایی کرد. آقا بذاری من همینجا یه چیز رو بهتون بگم. خدا وکیلی به نظر من توی شوکستایی که ما داشتیم، چه پلی‌استیشن شوکست، چه سامر گیم فیس، دیگه اون پلی‌استیشن پلی بود، چی بودش دو سه هفته پیش برگزار شد، مایکروسافت شوکست از همه‌شون بهتر بود. خب یه دو اومدن به این شوکست ایراد گرفتن و گفتن که فقط سی جی نشون داده و این. آقا آره سی جی نشون داده، ولی حداقل عناوینی که معرفی کرد جذاب بوده و خود منو که خیلی راغب کرد که برم و ایکس باکس بخرم. قابل توجه آقای فیل اسپنسر که گفت بازی‌های خوب باعث نمیشه که برید ایکس باکس بخرید. آقا من این شوکست رو دیدم و بازی‌هایی که معرفی کرده دیدم و خیلی علاقه من شدم که برم ایکس باکس بخرم. خودش دیدم که دارم جدی میگم. ما توی این شوکست ما کلی بازی های جدید دیدیم، هم یه سری گیم پلی های جدید از بازی هایی که قبلا میدونستیم دارن میان رو دیدیم. مثلا برای خود من این گیم پلی سایبرپانک DLCش خیلی جذاب بودش. نکته خیلی امیدوار کنندش هم برای این بود که سیدرت پروژه کلی سرمایه گذاری کرد که کیانو ریوز رو برای این DLC برگردونده و اون چیزایی که توی این شوکست به ما نشون دادن خیلی جذاب بود. یا مثلا پرسونای 3 معرفی شد. خب اونایی که این کانال رو دنبال میکنن که من به شدت طرفدار مجموع بازی های پرسونا و اومدن پرسونای 3 ریلود رو معرفی کردن که خب یه ریمیک از بازی پرسونای 3 بودش و در کنارش پرسونای 5 تاکتیک رو معرفی کردن و در مورد این پرسونای 5 تاکتیک هم خود من نظرم سوسوه، یعنی بازی تاکتیک آنچنان فیوریت من نیست، یعنی مورد علاقه من نیست، ولی خب اون چیزی که نشون دادن برای خود من ای بدک نبود. دیگه خدمتتون عرض کنم که توی این پرزنتیشن اومدم پیدای 3 رو معرفی کردن که هیچ وقت بازی من نبود، ولی خب یه گیم پلی از فورزا موتور اسپورت نشون دادن. اما بدون شک مهمترین چیزی که رونمایی کردن گیم پلی استارفیلد بود. بچه‌ها عجب بازیه، یعنی واقعا خود من اول به این بازی زیاد امیدوار نبودم، یعنی نه اینکه امیدوار نباشم، گفتم یه چیزی هست مثل فیبل دیگه تاییدنش، ولی هرچی که داریم به روز ارزش نزدیکتر میشیم خود من به شدت براش هیجان زده میشم و هی دو تا چهار تا میکنم که دیگه وقتش شده که این ایکس باکس رو دیگه بخرم. دیگه دنیایی که از این بازی به ما نشون دادن خیلی جذاب بود، خود منه که حسابی محو خودش کرد. حالا زیاد بچه‌ها به حاشیه نپردازیم، برگردیم سر موضوع اصلی خودمون. آقا داشتیم همجوری کیف میکردیم، داشتیم این شوکست رو نگاه میکردیم، خدا وکیلی هم خیلی جذاب بود شوکستش، یوهوی رئیس ایکس باکس اسمش هم یادم رفته اومد و یه دونه سورپرایز گفت دارم و یه ایکس باکس جدید معرفی کرد. در نگاه اول خود من خیلی هیجان زده شدم، مثلا پیش خودم گفتم که مثلا الان اومدن سری اس رو معرفی میخوام بکنن، یه فیچر جدید مثلا بهش میخوان اضافه کنن، یا نمیدونم سی دی رام میخوان بهش اضافه بکنن، یا مثلا یه سری اس جدید میخوان اضافه کنن که مثلا قدرت پردازشی بیشتری داره، چیکار میخوان بکنن. خب شکل ظاهری کنسول که دقیقا همون سری اسی که ما میشناسیم، ولی با این تفاوت که رنگش مشکی. خدا وکیلی که الحق و الانصاف هم چقدر رنگ مشکی بهش میاد، خیلی جذابش کرده رنگ مشکی. بعد ما منتظر شدیم که خب این فرقش الان با این سری های سی که ما داریم چیه، که یو گفتن که آفق آنچنانی نمی کنه، فقط هاردشو کردیم 1 ترابایت. گفتیم خب دیگه بابا خوبه دیگه، الان هاردش شده 1 ترابایت دیگه خوبه دیگه. یکی از ضعفای سری اس این بود که هاردش خیلی کم بود، ایست اولوش 300-400 گیگ بود هارد سری اس، که اصلا یه چیز ناچیزه. بعد گفتن نه حالا ما اومدیم هاردش کردیم 1 ترابایت، از اون برای 50 دلار گرونش کردیم، یعنی قیمتش جای 300 دلار الان شده 350 دلار. خب الان یه عدتون ممکنه بگید که مونا خوبه دیگه، الان ما سری اس بخریم بخوایم از این مموری اکسپنشن رو براش بخریم حداقل باید 150 دلار پول بدیم، 300 دلار هم که پول کنسول دادیم میشه 450 دلار، الان 350 دلار 400 خوبه دیگه. آخه اصلا موضوع این نیستش که
الان اگه بخوای از این دید بهش نگاه بکنی، آره حرف شما درسته، ولی خب من یه پیشنهاد بهتر براتون دارم. شما اگه میخواید 350 دلار پول سری اس بدی، 50 دلار بذارین روش، یعنی 2 میلیون تومان، 2 میلیون تومان بذارین روی این پولتون، برید یه دونه پلی استیشن 5 دیجیتالی بخرید. بچه خدا شاید این حرفی که دارم بهتون میزنم اصلا از فنبوی و این داستانا نیستش. من نه فنبوی ایکس باکس هم نه فنبوی ایکس پلی استیشنم، ولی خب شما اینو در نظر بگیرید، پلی استیشن 5 دیجیتالی دقیقاً همون پلی استیشن دیسک خوره، فقط دیسک نمیخوره. این یعنی تمام اون توانایی گرافیکی پردازشی که پلی استیشن 5 معمولی داره دیجیتالیش هم داره. ولی خب سری اس که اینجوری نیست. سری اس پرش حالا خود مایکروسافت درسته که ادعا میکنه که کنسولش توکه، ولی خب ما میدونیم که این کنسول اصلا توانایی توکه نداره و یه سری بازی‌ها رو توکه اجرا میکنه، ولی 1080 این کنسول، یعنی قدرت پردازشیش یه جوره 1/4 سری ایکس یا پلی استیشن 5. حالا تو این شرایط شما حاضری که به خاطر 2 میلیون تومان، فقط 2 میلیون تومان بیای پلیستیشن 5 دیجیتال رو ول کنی، که مثلا پلیستیشن 5 دیجیتالی که دقیقا همون پلیستیشن 5 دیسکوره ها، بیای ولش کنی و سری اس بخری. میگم خیلی حرکت عجیبی بود. مثلا اگه این کنسول بازم 300 دلار معرفی میشد منطقی بود، یه تفاوت 6-7 میلیون تومانی با پلیستیشن 5 دیجیتالی داشت و خیلی معلوم به صرفه بود، ولی با این قیمت جدیدی که معرفی کردن اصلا و ابدا خرید این کنسول هیچ توجیهی نداره. یعنی یه جورایی اگه شما این کار بکنید عملا پولتون رو دور ریختین. البته اینجا یه نکته هم بچه‌ها میمونه، بذارید من یه پیشبینی هم بکنم. حالا پیشبینی که نمیشه گفت، اونایی که منو میشناسن میدونن که رشته تحصیلی من توی دانشگاه بازاریابی بوده و این استراتژی بازاریابی رو تا یه حدودی بهش آشنا هستم. شما شک نکنید که پلی استیشن سری اس مشکی 1 ترابایت برای تعطیلات امسال که میشه همون تعطیلات سال نو به وقت ایران دی ماه میشه تخفیف میخوره و قیمتش مثل سری اس معمولی میشه. خب اگه این اتفاق بیفته که 100% هم اتفاق میفته که شک نکنید میفته، یه توجیهی پیدا میشه که آقا مثلا هاردکور گیمر نیستی، تلویزیون 4K نداری، 1080 داری، میخوای یه گیم پس داری، میخوای بازی بکنی، اینو ما اگه بخوای بخری خب آره، خب خیلی خرید خوبی کردی، ولی با این قیمتی که الان دارن میدن اصلا و ابدا. تازشم بچه ها زمزمه های پلیستیشن 5 اسلیم هم داره هر روز پر رنگ تر میشه، یعنی داره رنگ واقعیت به خودش میگیره و امروز فرداست که پلیستیشن بیاد، سونی بیاد پلیستیشن 5 اسلیم معرفی بکنه که خب احتمالا قیمتش کاهش پیدا میکنه، که خب اگه این اتفاق هم بیفته که اصلا دیگه کلا بازی عوض میشه. پس نصیحت من اینجا به شما نگی نگفتی ها، اصلا این کنسول اومد تو بازار سمتش نرید، سب کنید کاهش پیدا کرد بعد برید بخریدش. خب بچه ها نظر شما در مورد شوکست مایکروسافت چی بود؟ کدوم یکی از این شوکست ها بیشتر نظر شما رو به سمت خودش جلب کرد؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسین. اگر ویدیو رو تا اینجا دیدین حتما لایک رو برام بزن. آه لایکاتون یه چند وقتی افتاده ها. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.